ریفری مسابقه هست. با کسب اجازه از جانشین سوپروایزر و دستور به صدا در آمدن زنگ مسابقه شروع میشه. هر دو بوکسور بازی های خوبی تو این دو سه شب گذشته انجام دادن. احمدی صفا با انگیزه بسیار بالای ظاهر شد. فکر میکنم یکی از تورنمنت های خوبی بود که احمدی صفا توش ظاهر شده و امیدوارم با دست پر روی سکوی اول بیسته. ضربه خوک چپ راست امید احمدی صفا رو میبینیم و جا به جایی خوب از لالیتا نشون میده که میخواد حمله کنه. احمدی صفا و لالیتا هر دو گاردشون بالا هست، حریف رو یواش یواش به روی تناب داره نزدیک میکنه احمدی صفا و جا به جایی های خوبی که لالیتا انجام داده نشون داده که بوکسر خوب آماده هست. توی درگیری خیلی نزدیک ضرباتی رو به سمت هم روانه میکنن که امتیازی در بر نداره. ضربه چپ راست از لالیتا و جا به جایی، ضربه چپ و جا به جایی سرشون و بدن. احمدی صفا دست سنگینی داره، دست عقب سنگینی داره. اگه رو دست عقباش بتونه خوب مانور بده مطمئنن امتیاز به دست خواهد آورد. مثل همین لحظه که دست راستش رو میزنه و یه امتیاز به دست میاره. ضربه چپ آپر راست و رو دست راست احمدی صفا دست چپ لالیتا رو دیدیم. فعلا همدیگر رو دارن ارزیابی میکنن با توجه به اینکه شب‌های گذشته مطمئنن بازی همدیگر رو دیدن و مربیان آنالیز کردن و با اطلاعات کافی به روی رینگ رفتن. چپ راست مستقیم، چپ های لالیتا رو باید یه مقدار دقت کنه. باند قرمز ما حریف رو روی تناب برده، باید یه مقدار فشار زیادتری وارد کنه رو دست راستش. ویوینگ خیلی خوب انجام میده و سربر رد میکنه احمدی صفا. چپ راست و جا به جایی مجدد ضربات چپ راست. احمدی صفا خوب داره جا به جا میشه، رو پاش سوار هست به اصطلاح و ببینید دست عقبش رو خوب میزنه و تعادل لالیتا یه لحظه به هم میخوره. البته مورد خاصی نیست و بازی رو ادامه میدن. هر دو بوکسور سرپنجه آماده هستن. چپ بالا و راست شکم رو نشون میده. بوکسورهای هند واقعا آماده هستن. یکی از اتفاقاتی که توی این مسابقه ما شاهدش هستیم، تیم بسیار آماده، آنالیزور، مربی خوب و کادر پزشکی بسیار خوب. مربی تیم هند خودش کاتمن هست، یعنی پزشکی که در اتفاقات به اصطلاح مثل به وجود اومدن جراحت کات خودش راحت میتونه بوکسور رو به قول معروف بهش رسیدگی بکنه و تر خشکش کنه. ببینیم مربیان صحبت میکنن، نکات فنی رو گوشزد میکنن و امیدوارم بچه ها بازی خوبی انجام بدن و جدای از هر نتیجه تجربه خوبی به دست بیارن. منتظر زنگ شروع راند دوم هستیم. نکات پایانی رو در این راند اول تذکر میدن و هر دو بوکسورشون رو روانه مسابقه و ادامه کار میکنن. بله بازی برای راند دوم شروع میشه. احمدی صفا یه مقدار گارد چپش رو پایین گرفته، باید دقت کنه چون بوکسور هندی دستای خیلی تیز و سرعتی داره، وضعشون هم وضع پایینی هست. طبیعتاً دستای هر دو بوکسور سریع و سرعتی خواهد بود. وزن 52 کیلوگرم وزنی هست که بوکسورها خیلی راحت جابجا میشن. الان به دلیل کمکاری جناب علوی بهشون تذکر میده. ضربه چپ شکم رو میزنه. آفرین احمدی صفا، دست عقب خوب و به موقع رو میزنه. حریف هندی دنبال امتیاز گرفتن
و تلافی هست دست عقب مجدد از احمدی صفا، دست عقبش خیلی خوب هست، هم رو دست حریف رو دست چپش میتونه ضربات خوب بزنه، هم آپرکاتای خیلی زیبایی میزنه احمدی صفا که امیدوارم شاهد اجرای این فنون و تکنیک باشیم. سرپایین از هند و تذکر آقای علوی. چپ راست پایین، باید منتظر باشیم که حریف هندی ضرباتش رو میخواد شروع کنه و الان احمدی صفا ضربه میزنه و لسی بوکسور باند قرمز، بوکسور باند ما از دهانش خارج میشه که حتما باید شسته و بعد مورد استفاده قرار بگیره که خدای نکرده موجب بیماری یا آلودگی نشه. چهره مصمم این ورزشکار رو میبینیم، با اعتماد به نفس و قدرت کامل وارد رینگ شده. چپ شکم از لالیتا، راست دست عقب خوب میزنه احمد صفا و هوک دست چپ رو دریافت میکنه. چپ راست بالا و ضربه دست راست و تعقیب لالیتا از طرف احمدی صفا و اینجا دیگه نزدیک میشن، گره میخورن تو هم دیگه که آقای ریفری الان تذکر میده و جداشون میکنه. دست عقب خوب از لالیتا و کسب امتیاز. احمدی صفا باریکلا گاردش رو بالا گرفته و میخواد جای نفوذ برای حریف نذاشته باشه و الان دست راست میزنه، یک امتیاز دیگر رو به دست میاره احمدی صفا. حریف هندی همونطور که میبینید احمدی صفا رو گرفته، دست عقب میزنه ولی احمدی صفا خوب جا به جا میشه. حالا یه جهش با دست عقب برای ضربه آپرگاد که رو گارد بسته حریف مواجه میشه. حریف هندی یه مقدار از نظر نفس فکر میکنم یا استرسی که با مواجهه با احمدی صفا باش روبرو شده، شاید نفسش کامل چاق نیست. مربیان تذکرات نهایی رو دارن به هر دو بوکسور میدن چون راند سوم هست. شبهای گذشته عرض کردم خدمت عزیزان و بینندگانی که شاید آشنایی با بوکس نداشته باشن، مسابقات بوکس آماتور با بوکس حرفه‌ای کاملا فرق میکنه. بوکس آماتور در سه راند سه دقیقه‌ای برای بزرگسالان برگزار میشه، برای سنین دیگه و بانوان که انشالله شاهد راه اندازیش توی کشور عزیزمون باشیم، راندها دو دقیقه هست و زمان استراحت اون هم یک دقیقه که با همین صدایی که شنیدی، صدای زنگ شروع شدن و یا اتمامش به اطلاع رسونده میشه. از دور لالیتا ضربه میزنه، اصابت نمیکنه به احمدی صفا و جا به جایی خوب. سرپنجه بودن احمدی صفا رو ببینید با چه انگیزه ای داره حمله میکنه احمدی صفا و جا به جا میشه. ببینید ضرباتش رو خیلی خوب میزنه، گارد بالا، فک پایین و دید بسیار مناسب. توان احمدی صفا باعث میشه که ضربات رو تا اینجا با امتیاز بزنه و امیدوارم با تجربه بازی که تو این دو راند فعلا دیدیم بازی خوبی بوده و من فکر میکنم بازی به نفع احمدی صفا به پایان برسه. البته رأی داوران هست و خالی از هر گونه تعصب حتما به رأی داوران باید احترام بذاریم. ضربه چپ راست جهشی از احمدی صفا و عقب رفتن کند کردن از لالیتا. گارد و بالا میگیره، از فاصله دور نباید ضربه شکم بزنه، احتمال داره رو دست بوکسور باند قرمز لالیتا ضربات هوکش رو بتونه بزنه. اینجا درگیری نزدیک و
گره خوردن هر دو بوکسور. دستور آقای داور برای متوقف شدن بازی و ادامه. یه لحظه احمدی صفا جا به جا میشه و لالیتا رو روی تناب نگه میداره. لالیتا کامل احمدی صفا رو گرفته. این ضربه‌ای که زد ضربات امتیاز آور نبود، پانچ نبود و ضربه جب امتیازی رو در حالت مساوی مطمئنا نداره. مجدد لسه احمدی صفا خارج میشه و حتما تذکر جدی تر یا هارد کاشن آقای علوی بهشون خواهد داد. اگر عمدی باشه مطمئنا وارنینگ یا اخطار میگیرن. منتظریم تا برگرده به بازی و فکر میکنم بله هارد کاشن میده، تذکر جدی برای دومین بار. اینجا ضربه چپ راست جهشی. برتری احمدی صفا فکر میکنم تقریبا با دید من محسوس هست. تا عرض کردم نظر داوران رو ببینیم، در چپ راستش رو نشون میده برای اینکه حریف رو دور نگه داره و فاصله نزدیک نباشه تا اون نتونه امتیاز به دست بیاره. اینجا یکی دو ضربه رد و بدل میشه. در لالیتا پایین هست و احمدی صفا هم داره حریف رو به سمت پایین قوس میده که تذکر داور متوقفش میکنه. هر دو بوکسور وسط رینگ هستن، گارد بالا آماده، مترصد ضربات و کسب امتیاز. اینجا احمدی صفا با یه جهش حمله میکنه که لالیتا مجدد سر پایین هست. 10 ثانیه به پایان راند سوم این مسابقه مونده و درگیری. اینجا احمدی صفا او که چپ بسیار عالی میزنه. منتظر میشیم تا رأی داوران رو ببینیم. برای بازی سوم در 56 کیلوگرم سجاد محمدپور از چابهار، بوکسور خوب و ارزنده کشورمون، با نوربول کالجانوف از قزاقستان مصاف خواهد کرد. تشویق تماشاگران انتظارها رو نشون میده برای بالا رفتن دست نفر برتر و مطمئنن انتظارشون برتری امید احمدی صفا، بوکسور خوب با انگیزه و پرتوان کشورمون هست در وزن 52 کیلوگرم. ما هم به انتظار میشینیم و از طریق گوینده سالن نفر برتر. بله بله، باند قرمز امید احمدی صفا، بوکسور خوبمون. تبریک میگم هم به خودش و هم به مربی زحمتکش و بقیه ورزش دوستان و ورزشکاران. امیدوارم روند پیروزی های احمدی صفا ادامه داشته باشه با درایتی که هم مربیان تیم ملی دارن زیر نظر ریاست محترم فدراسیون و برنامه هایی که ارائه میشه این روال ادامه داشته باشه تا دل مردم و دوستداران رو بیشتر شاد کنند. آفرین احمدی صفا. پیش آقای احدی رفت میبینم و آقای احسان روزبانی هم پیششون هست و تبریک بهشون گفته میشه. بله از